با سلام به یک دیگه از برنامه های سراچه با مقدیر عربزاده بسیار خوش آمدید. مهمان داریم، مهمانی از شهر زیبای هرات باستان، یکی از بازیگران و طنز پردازان نسبتاً خوب. بیشتر آشنا میشیم با مهمان. سلام علیکم آقا صاحب سید آقا سائن شیخ الاسلامی، بسیار خوش آمدین به برنامه. از خود خوب بگن آقا صاحب. تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان برنامه سراچه و همکارا گرامی شما بخش تکنیک. خیلی خیلی خوش آمدین آقا صاحب. از شهر هرات بگن به خیریت آمدین. سلامت باشین. بله شکر خدا، به خیر و خیریت آمدین. آرامی بود هرات؟ فضل خدا الحمدلله. کابل چگونه دیدن؟ کابل والا فرصت نشد که بگردیم، از روز که آمدیم تا میال برنامه بود، فرصت خوب نشد که ببینیم چیکار میشه. پس خسته برنامه ها نباشین. زنده باشین، سلامت باشین. سلام. صاحبی اومد. سلام. خیریت باشه. سلام. آدم دو دقیقه دیرتر بیه باید از دست بده چوکی خوده. دیگه همینه، چوکی دیگه خاصیت همینه، خالی بمونه یا که میشینه. یعنی چی دیگه؟ مگر اگر دیر آمدن میزبان خوب نیست، پیش آمدن مهمانم خوب نیست. ما سر تایم اومدیم. سلام. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. 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 شما شروع کردین برنامه رو دیگه. من یک سلام به بیننده های ما و محبت و صمیمیت به مهمان های بسیار خوب برنامه ما و عزیزایی که اینجا هستن تقدیم میکنم. امیدوارم همه خوب و خوش باشین، بسیار خوش آمدین، بسیار خوشحال هستم که امروز در برنامه سراچه شما مهمان ما هستین. سلامت باشین، قربان شما، امید که شما هم خوب باشین. تشکر از شما که دعوت کردین. لطف کردین. سلام عرض میکنم به خدمت حضار گرامی و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش باشم. تشکر. کجا رسیده بودین؟ چند تا پرسش مطرح کردین، من گفتم که تذکره آقای ساینا نخواهین. کم کم پیش میرفت دیگه، آخر برو. خب آقای عبدالقدیر عربزاده که نیاز به معرفی ندارن، همچنان سید آقا سائن، بسیار خوش آمدید، بسیار خوشحال هستم شما را در برنامه دارم. و امشب برنامه ما به مناسبت حضور این دو عزیز ویژه خواهد بود. صحبت های خواهد داشتیم در مورد مسائلی که او طرفتر از خند و قند است و تاله نشنیدین. خب از کجا شروع کنیم؟ ما معمول ما این هست که از تاریخ تولد شروع میکنیم، پیش از او صحبت نمیشه دیگه، میشه؟ خب آه دیگه، از بعد. اصلا خوشحال از این تولد شدین؟ والا ها دیگه، جای افتخار داره؟ جای افتخار خودت بره. ولی داره. چرا؟ هرات افتخار میکنه، افغانستان افتخار میکنه، ما افتخار میکنه. مکان تولد در منظور شما نه؟ بله همش دیگه، همین که در جهان در جهان تولد شدین جای افتخار است. همین که بله. اسلام تولد شدین، مسلمان مسلمانم یک افتخار بزرگه به شما. همین قسمی است درست؟ بله. اگه من گاهی وقت فکر میکنم اگر من تولد نمیشدم چی اتفاق میافتاد؟ مثلا چی چیز کم میشد در دنیا؟ هیچ. همین قسم به شما هست، یکی دیگه جامعه پر میکرد. نه نه واقعا اصلا وجود احساس نمیشد دیگه، کسی که تولد نشد. خب کدام سال تولد شدین آقای عربزاده؟ 1370. 1370 هستین؟ 30 سال دیگه. 30 سال. 31 32 سال؟ نه دیگه 30 سال. 30 سال. ریاضی من یکم مشکل داره، ولی من اجازه نمیتونم شما بیاین تقلب کنین. دیگه 1400 درست؟ 1400 درسته. 1400 یک هست. بهارتون مبارک. چند روز بریم جلو. کدام سال تولد شدین آقای ساین؟ من نگم، فکر کنم بهتر. بهتره؟ چرا؟ واقعی اور نمیتونه بگه. 1365 تولد کنم. 1365. شما میشین 35 سال. 35، 34، 35 سال. اصلا خوب گذشته 35 سال؟ خب اگه بگیم نه خب هم بعد، اگه بگیم ها چرا بعد است؟ بگین نه خوب نگذشته. خوب خوب واقعیت نگذشته. خوب نگذشته؟ نه. دلیل زیاد داره. از روزی که من تولد شدم و از روزی که بخوب فهمیدم تا امروز ما روز خوش ندیدیم، همیشه جنگ بوده، همیشه بدبختی بوده، همیشه مشکلات بوده. انشالله که بعد از این باقی عمر خور انشالله که به خوبی و خوشی سپری کنیم، در یک امنیت و آرامش سپری کنیم. بله بله درسته، امید دارم همین قسم شما. خب در مورد خانواده بگوین آقای عربزاده، چندومی خانه هستین؟ نازدانه بودین؟ تو معلوم میشین نازدانه؟ خب تقریبا نه زیاد، ما در یک خانواده پر جمعیت چون تولد شدم. نام خدا. من 7 برادر دارم. خب بسیار خوب. و 2 خواهر که مجموعا 10 خواهر و برادر میشه.
من فرزند چهارم میشم. چهارم میشم. بسیار خوب. خودتان ازدواج کردین؟ بله نامزد دارم. خب این سالای نزدیک درسته؟ تقریبا چند روز دیگه یک سال کامل میشه. یک سال کامل میشه. تصمیم دارین که شما هم پدر مثل پدر خود باشین؟ منظورم ده نفر از لحاظ اولاد نه به ایت دار به ایت تصمیم را دار. اصطلاح وطنی ما درجن است. یک درجن، یک و نیم درجن، دو درجن. آقای ساین شما چند سال پیش ازدواج کردین؟ فهمیده میشه؟ من تقریبا 13 سال میشه ازدواج کردم. 13 سال پیش ازدواج کردین؟ بله. 22 ساله، 21 ساله بودن. 21 سالگی. خب پس چند نفر حاضری دارین؟ حاضری میگیرین؟ نزدیک شده. قصد داره یک تیم فوتبال تشکیل بده. قبل از مورد فامیل پدر بگوین، چند تا خانه هستین؟ ما پنج خواهرم، پنج برادر. اولی ما هستم. خب در جن ده میباشه یا دوازده میباشه؟ ده فکس. بسیار خوب، بسیار خوب. انشالله که خوش و خوشحال زندگی کنین، آینده بسیار خوب داشته باشین. فکر میکنم در موقعیت قرار دارین، بیننده هم همین قسم شاید فکر بکنن که به طرف بهتر شدن، به طرف چالش های بیشتر و فرصت های بیشتر. انشالله. و امید دارم که با حضور شما و دوستایی که مثل شما هستن، توانمند، جوان، با انرژی، کمیت افغانستان تغییر بکنه، طنز در افغانستان تغییر بکنه و بسیار بهتر از پیش شوه. خب من وضعیت نرمال برنامه رو باید بتونم حفظ بکنم. میگن کسایی که کمیت کار میکنن آدمای خطرناکی هستن، راست میگن؟ از چی لحاظ؟ از این لحاظ که میتونن راحت قلاغتون رو بگیرن. والا خیلی جامی ترس وجود داره. ما در هر جایی که میریم همو دید خب وجود داره، این دید ما هم وجود داره، به دنبال سوژه هم، به دنبال یک مشکل هم که او رو بعدا به تصویر بکشه. از این لحاظ اگه بعضیا بگن ها، به خاطر گفتم مثلا به یک شفاخانه میرن، مسئولین شفاخانه میگن از ما کدام سوژه جور نکنه. یا مثلا به یک مکتب میرن، مسئولین میگن از ما یک سوژه جور نکنه. به یک اداره دولتی میرن، این ترس وجود داره از طنز پردازا. ولی در کنار اون نه دیگه، طنز پردازا دیگه باید همون رویه شاد داشته باشن، باید با مردم باشن که تا حدود زیاد وجود داره. در تیم خندقند کی همین قسم نیست؟ نه او طرف نبینین، با ما صحبت کنین، نام کسی رو بگیرین. ما تقریبا همین چند نفر که هستم به خاطر که تقریبا 11 سال میشه با هم کار میکنیم. 11 سال. خواص ما خیلی شبیه به همه و همین هم بوده که ما همکاری ما تداوم داشته، خیلی متفاوت از هم نیم. بعضا خوب تفاوت های داریم ولی ایتا متفاوت نیم که یک مثل خشن باشه یا مثلا روحیه نداشته باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. در این خطرناک بودن یک مسئله است که گاهی وقتا با یک برخورد با کسی، در گفتگو با کسی فکر میکنین که از این باید انتقام بگیرین، دلتون خوب میگرده، خوب این سوژه رو معنوز پخته تر خواد کردم، او چیزهای در موردتون خواد گفتم که راحت از شرش نبراین، راه نشین. نه خندقند گاهی وقتهای دردساز بوده، درد سر برتون جور کرده؟ از یک قضیه بله، ولی اصلا کلن کمید در افغانستان مشکل داره؟ گاهی وقتا بر کمید کمدین، بر کسی که طنز پرداز است؟ بله خب در افغانستان هنر سینما یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی اینا چون سابقه طولانی نداره یا در کل اساسی نبوده یا چی نبوده، خب مردم یک کمک به دید بسته تر میدیدن. تغییر کرده دیگه این سالا نکرده؟ ولی به همین 4-5 سال تغییر کرده، نسبتا خوب شدن، فعلا مردم به یک دید بازتر میبینن و خیلی علاقمندن، دوست دارم. بسیار خوب. قبل از اینکه با روش کار در داخل تیم خندقند آشنا شویم، من از هر دو عزیزی که مهمان برنامه ما هستن در مورد تحصیلاتشان هم میخوام بپرسم. دوران مکتب چطور گذشت؟ بعد از دو تحصیلات عالی هم صحبت کنیم چیزایی. مکتب من 1388 از مکتب فارغ شدم. خب 1389 بعد از امتحان کانکور به رشته
ادبیات انگلیسی فاکولته تعلیم تربیه در هرات کامیاب شدم. ادبیات انگلیسی. ادبیات انگلیسی. 93 فارغ التحصیل شدم از اونجی و همین ای که سال 4م رو می‌خوندم به تعلیم تربیه ژورنالیسم رو در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در هرات شروع کردم و سال 96 از ژورنالیسم فارغ التحصیل شدم. خب ژورنالیسم چرا انتخاب کردین؟ علاقه؟ من سال اولی هم که امتحان کنکور دادم انتخاب اول من ژورنالیسم بود. از همون وقت خب این علاقه وجود داشت، کار در رسانه وجود داشت بهتر ما این حس و به همون خاطر انتخاب اول من ژورنالیسم بود. متاسفانه سال قبل فکر کنن 236 نمره یک از دوستام کامیاب شد به ژورنالیسم. من درس که خواندم با توجه به همون بود. سال بعد که من امتحان دادم 261 نمره بردم ولی نمره ژورنالیسم در هرات بالا رفت متاسفانه و من نتونستم اون رشته مورد علاقه خورم. به همون خاطر انتخاب بعدی من تعلیم تربیه بود، ادبیات انگلیسی بود که اون شروع کردم ناچارم. علاقه وجود نداشت ولی خب به خاطری که دور نشم از فضای درس و اون سال ژورنالیسم هم خصوصی وجود نداشت در هرات. ولی وقتی که ژورنالیسم در هرات در یک از دانشگاه‌های خصوصی پانزه ای ایجاد شد من شروع کردم و 96 فارغ التحصیل شدم. درست. آدم شوخی بودین دوران تحصیل تعلیم تربیه؟ والا نه. آدم آرام بودین؟ آرام بودم تقریبا. تا هنوز چی؟ نسبتاً آرامم. خب من اینو میپرسم اگر خلاف چیزی گفتین خانواده میشنوه؟ نه بعضا انتقاد وجود داره در محیط کاری هست یا بیرون هست. خیلی ها توقع دارن همون چیزی که ما جلوی صحنه ایم به بیرون هم باشه. خب جلوی صحنه خب شخصیت های متفاوت طنز باید شوخ باشه باید، ولی خب در فضای بیرون نمیشه خیلی جا. تو شوخی وجود داره بین دوستا بین خانواده وجود داره روحیه، ولی اون چیزی که جلوی دوربینم نمیتونم باشم بیرون. بله درست. آقای حسین پیشتی که وقفه بریم میگن شما در دوران مکتب بسیار ریاضی گریز بودین، همونطور است؟ نه. ریاضی بلدین؟ ریاضی متاسفانه خود ریاضی از اول من مشکل داشتم. خود دیگه چی دیگه؟ گفتم ریاضی گریز دیگه. چطور گذشت دوره مکتب؟ خوب بود. در مورد مکتب چیزی نگفتن؟ خب ما در اصل از ولایت فاریاب هم، قریه ما مکتب ابتدایی داشت تا صنف 9 بود. سال 1387 تا صنف 9 رفتیم. بعد از او با جنگا شد و مشکلات ها شد و اینا باز یک چند مدتی از درس دور موندم. باز پس دوباره از صنف 10 و 11 و 12 دیگه باز یک دوره دو ساله هم ژورنالیسم خواندم به یک از انستیتوت های هرات دیگه. بسیار خوب بسیار خوب آلیست. خب با تیم قند خند و خند پس از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم، همراه ما باشیم. بسیار خوش آمدین. ما امشب در برنامه سراچه میزبان همکارای ما از تیم خند و قند هستیم. در مورد بیشتر صحبت خود کردیم، اما پیش از او وقتی طنز اجرا میکنین میگیرین یا میخندین؟ طبیعتا خنده داره طنز، خنده داره. ولی بعضا بعضی از بخشا بعضی از دیالوگا در حالی که طنز ولی عمق از او واقعا دردناکه. جدا واقعا دردناکه. چند وقت پیش بود و برنامه اشتخوا شد یک نقش داشتم. واقعا خود من زمانی که او رو اجرا میکردم یعنی جلو گریه خوردم میگرفتم، واقعا تا صحنه من گریه میکرد. یک شخص بود که از فقر مینالید، درد دل میکرد که وضعیت مردم به چی حاله. دیالوگا طنز بود ولی خب عمق طنز درد جامعه و او بعضا گفتم حتی گریه داره. بله. ولی ما سعی میکنیم خب او چیزی که هست در قالب طنز جلو احساسات رو خیلی جواب بگیریم. آقای حسین کدام نقش ها برتان میچسبه؟ غیر از اینکه خب وقتی تهیه کننده بگوی که فلان نقش بگیریم که چاره ای نیست، انتخابی هم نقش های انتخابی هم دارین بر خودتان کیف کنن؟ نه نقش انتخابی نداریم. خب. چون هر کسی یک شخصیت میتونه بازی کنه، یک شخصیتی داره. درست. با همون خاطر نقشار خود نویسنده یا باز بعد از اینکه دیالوگا میرسه باز کارگردان یا بین خود خوب باز ما میتونیم اینا رو تنظیم کنیم. در کل نقشا همه که خوبه. ما خود ما
از بخشی که خیلی لذت میبرم خلافکار شهریه و خلافکار شهری بیشتر به دوره قبلی نقش از کارتن کلانار که بازی میکردم خیلی لذت بخش بود. جالب بود. حس قدرت تلوی وجود داره. خود به خود فکر میکردم. عاجز دردک فروش یک کاراکتر دیگه هم داشتین خیلی جالب بود. به نظر من یادداشت کردیم بسیار عالی بود، به نظرم فوق العاده بود. در مورد حتما شما تبصره کنین. ما چوکی داری حتما همه که دیدن. خب ما روش کارم صحبت خود کردیم، اما از شیوه اجرای کار و ای که چطور اتفاق میفته اون لحظه ها هر دو صحبت خود کردین. فکر میکنم آقای عربزاده زیاد در کار دخیل باشن، ولی شما از سمت اجرایی صحبت میکنین، درست است؟ اما بهترین لحظاتی که گاهی وقتا تمام میشه بعد از چند بار تکرار چه حسی میدن؟ زیاد تکرار میکنین؟ بعضی وقتا میشه. میشه. به خاطر بعضی از مشکلاتی که وجود داره، یا درگیری ذهنیه، یا مثلا یک مشکل دیگه یه، در کل ما دیالوگا رو حفظ میکنیم، تمرین میکنیم، منتها بعضی وقتا اتفاق میفته که یک اتفاق دیگه میفته، باز تکرار زیاد میشه، ذهن آدم آماده نیه، یا یک مشکلی وجود به وجود میاد. به اون خاطر باز بعضی وقتا یک و دو بار تکرار میشه، سه بار تکرار میشه. تکرار میشه. بله. در تیم عاشق داریم کدام تو؟ عاشق درگیر ذهن باشن. درگیر عاشق خب چرا میبینید؟ ما خواهد کسی مشخصی؟ به خاطر اینکه در تیم ما از چهار نفر که جلوی صحنه هستن، یک نفر خب ازدواج کرده چند ساله، دو نفر دیگه هم نامزد داریم. خب خیلی احتیاط میکنین در این مواره. این سلاتر خود نمیتونن عاشق باشن، یک بودن دارن عاشقی گذاشته. مگر اختیاری است؟ نه خب بازم اگر عاشق هم باشن بروز نمیدن. معلوم نمیدن. پس درگیری‌های ذهنی دیگه غیر از عاشقی هم بله هست، چون مشکلات در افغانستان زیاده از هر لحاظی. با هم خاطر کمک. آقای عبدالله چطور روش کار کم توضیح بدین، چطور شروع میکنین و چطور پیش میره؟ کار دیگه از انتخاب سوژه شروع بشه. درست. سوژه ما نویسنده ما اولا خب خود نویسنده هم سوژه پیدا میکنه و چیزی که میبینه داخل فضای اجتماعی بیشتر، و بعد از اون ما خود ما هم کسایی که جلوی صحنه هستن و پشت صحنه سوژه معرفی میکنیم. سوژه که از فضای اجتماعی میگیرم یا از مردم، خود ما به داخل جامعه میبینیم یا از مردم برای ما میگن. خب از انتخاب سوژه ما سوژه معرفی میکنیم برای نویسنده و نویسنده نوشتن رو شروع میکنه، که همین قسمت نویسنده مجا داره تشکری بسیار زیاد بکنم از آقای علی یعقوبی. چندین ساله که آقای یعقوبی از ما دورن، در پولان زندگی میکنن، و ولی همکاری ما ادامه داشته. بله. و درصد زیادی از موفقیت کار ما مربوط میشه به کار علی یعقوبی که جدن. بسیار جدن. بسیار ماهرن در نویسندگی. با وجودی که به این فضا وجود نداره، حضور نداره، با آن هم سوژه ها نوشته اینو از دل جامعه. خب بعد از اینکه اونا نوشتن روان میکنن به من که مسئولیت برنامه‌ریزی و کارگردانی برنامه دارم. خب اون مرحله دیگه مرحله تقسیم نقش‌های بحث تدارکات دیگه، بعد از او میرسم روز ثبت. درست. آقای علی یعقوبی دو تا نفس داره، یکی در کابل در افغانستان در هرات است، یکی هم در بلند. از طرح متن و پردازش سوژه ها می قسم معلوم میشه، فکر میکنه خیلی حضور داره اینجا؟ واقعا گفتم این کار بسیار سختیه که کسی که اینجا حضور نداشته باشه، ولی سوژه از دل همین جامعه باشه، سوژه هایی که هر روز اتفاق میفته داخل جامعه، این هم کار سخت میکنه برای نویسنده. ولی خب آقای یعقوبی به خوبی از عهده کار برمیاد. بله. و واقعا خیلی زیبا مینویسه. بله جدا. خب نوبت وقفه است، پس از یک وقفه کوتاه با ما باشین، ادامه صحبتان در سراچه. بسیار خوش آمدین، بسیار خوش آمدین. نوبت تماشا و بیان و تبصره بر عکس هاست. چند قطعه عکس همکارای ما آماده کردن، از دوستای ما انتخاب کردن، میبینیم و تبصره میکنیم. ببینیم این عکس ها کدام تاریخ و چی اتفاقات رو نشان میده. لطف کنید عکس ها رو بیارین دوستان.
نام خدا. این خب بفرمایید آقای عرب زاده. این عکس قبل از شروع برنامه خندق آمده. این کدام سال؟ تقریبا خب همین سال 1400 بود. درست. اولای 1400 بود قبل از شروع. به خاطر برنامه چند قطعه عکس مستن که ما اولین عکسی که گرفتیم از برنامه خندقند قبل از اینکه ثبت و برنامه رو شروع بکنیم همین عکسه. خب بسیار خوب بسیار خوب. این دوستان همیشون هستن؟ فقط مصطفی اعتمادی نیه که جا داره همین جیم یاده بکنم از مصطفی اعتمادی که تقریبا گفتم 11 سال ما تیم با هم بودیم و در برنامه خندقندم چند ماه اول با ما بود، ولی بنا به مشکلاتی از کشور بیرون رفت و فعلا به ایران زندگی میکنه که امیدوارم هر جایی که هست خوب و خوش و تندرست باشه. خوش باشن. عکس بعدی رو میبینیم؟ بله. خب سال 1390 فکر کنم 90 بود طنزی داشتیم به نام چای جوش آباد. سریالی بود، سریال استدیویی بود تقریبا، یعنی کلا داخل یک فضای استدیو ما ثبت میکردیم. دکور میزدم به خاطر که اون وقت خیلی امکانات نبود به یک از تلویزیون‌های محلی و اولین سریال ما میشه گفت سریالی که ما کار کردیم و نویسنده و کارگردان این سریال هم آقای علی یعقوبی بود زمانی که در افغانستان حضور داشت. اولین تجربه همکاری ما با آقای یعقوبی بود. بسیار خوب بسیار خوب. خب عکس بعدی رو میبینیم؟ آها خیلی جوانتر بودین. 5 سال پیش بود سریال زبان زرگری. خب سریال زبان زرگری یکی از سریال هایی که به لهجه هراتی بود و دومین سریال آقای عبدالرشید عظیمی بعد از سریال facebook.com بود که در سریال زبان زرگری من به عنوان دستیار کارگردان و بازیگردان حضور داشتم. اولین تجربه من به عنوان دستیار کارگردان و بازیگردان. درست. هم بازی میکردم هم در سریال به عنوان بازیگردان و دستیار کارگردان. بله درست. خب عکس بعدی رو میبینیم؟ این دیگه ایام کودکی که دوران زایشایی؟ قبل زایشایی خود نمی عکس یاد منیه، ولی گفتن که در ایران بوده و تقریبا یک و نیم سالگی فکر کنم. یک و نیم سالگی. خب خوشتان میه؟ یادتان میه چیزایی؟ از این عکس خوب نه، از این عکس واقعا یاد نمیه. یک و نیم سالگی یادتان نمیه؟ نه یاد نمیه، ولی یک از دوستا ما در تیم داریم که چند سال پیش که یادش میه؟ سه سالگی. یک از دوستا ما در تیم داریم که سه سالگی خور یاد میده. خیلی واضح، خیلی به خاطرات این نبوغ از دیگه دیگه نمیفهم واقعا شوخی میکنه یا راست میگه. چون سه سالگی واقعا سخته. بعد این اتفاقات سه سالگی چنان تعریف میکنه با جزئیات که من اتفاقات یک هفته پیش رو میتونم با اون جزئیات تعریف. نام خدا نام خدا دیگه نمیفهمم از خانواده شنیده نقل قول. بسیار خوب عکس بعدی رو میبینیم. این هم تقریبا 10 ساله بودم دیگه. خب خب 10 ساله بودم. بله در ولسوالی غوریان ولایت هرات. بسیار خوب بسیار خوب. تقریبا 20 سال میگذره از یک عکس. خب بفرمایید. بله اینجا جشنواره بود از طرف یکی از انستیتوت های هرات برگزار شده بود و در او بهترین های رسانه انتخاب میشد. تیم ما که برنامه اشتخاشو داشتیم بهترین برنامه طنزی شد. در سرتاسر افغانستان حضور داشتن، کاندیدای وجود داشت و برنامه ما تونست افتخار رو بخور. بسیار خوب. بگیره و برنامه ما بهترین برنامه طنز شد به سال. درسته درست. خب عکس بعدی رو می‌بینیم. واو شما در جنگ روسیه شرکت کردین؟ قبل از میلاد اون زمان توپ و تانک نبود، شمشیر بود کار. ولی بسیار یک رنگ جالب داشت، طرح بسیار خوبه. یک تئاتر زنده میشه گفت، تئاتر زنده بود به شکلی که ما یک جشنواره داشتیم که این از جشنواره باستانی بود، چیای باستانی به نمایش میذاشتن. بعد ما هم همون فضار در ایجاد بکنیم در قلعه اختیار الدین هرات.
نمایشگاه هم به همونجا برگزار میشد. خواستن همین فضا رو ایجاد بکنن که مثلا نیروهای امنیتی از اون زمان وجود داره و واقعا ما تئاتر زنده داشتیم اونجا. این عکس از چند سال پیش در قلعه اختیاردین. درست. کار تئاتر. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر. چند تا عکسی از آقای ساینا هم داریم. ببینیم چی گلهایی رو به آب دادن. بفرمایید بیارین. بله اینجا ببینیم. اینجا چیست؟ این عکس از ستایی شدن برنامه اشتخاشد بود که ما برنامه اشتخاشد ستایی شده بود. یعنی ست قسمت شده بود. درست. ما اون جشن گرفته بودیم کی کی بود و بچه ها بودن. یک عکس از اون دوران. بسیار خوب. قبل از اینکه عکس های دیگر رو ببینیم، در مورد شخصیت خود چی میگین؟ آدم آرامی هستین؟ خودتان همین قسم توصیف میکنین؟ خود مخو بله. خوش دارین همین قسم باشین؟ یا پیش آمده؟ آله همین تو عادت کردم. آله عادت کردین؟ بله. به هر حال من شوخی زیاد درتون میبینم. باشه. خب عکس بعدی. آها این در مورد بگوین؟ این عکس او طفلک بچه خورده میشه. یک بچه کلان من. بچه خورده منه. شهیر نم داره. شهیر. 5 ساله شده. بچه کلان من 12 ساله نه. باز ای خورده نه 5 ساله. ای باز با عکس گرفتن زیاد علاقه داره. کم 6 تی میگه بیا عکس بگیرم. سلفی بگیرم. یک دانه عکس خودزی گرفته بودم. چند تا فرزند دارین؟ 4 تا. خب. دو پسر دارید؟ دو دختر؟ دو دختر دو پسر. نام خدا. نام خدا. خب. عکس بعدی. این عکس هم از سال 1389 فکر کنم اولین دورایی که ما با هم آشنا شدیم. اینجا داخل این عکس قدیر اینانیه محبوب هست یک دو تا از بچه های دیگه از دوران تئاتر. منظورتون 1990 است؟ نه 1390. خب 10 سال میشه زیاد چیزی فرق نمیشه. خب عکس بعدی. بله. ای عکس هم از سال 13 تقریبا 97 با محبوب و قدیر با یک دو تا دیگه از همکارا ایران رفته بودیم. باز تهران رفتیم اینجا انجمن سینماگران افغان ها رفتیم. باز یک تئاتر ایرانی ها داشتن باز ما دعوت کردن اونجا رفتیم. باز اما یک بازیگری از ایرانی هم هست آقای قایمیان باز یه عکس همونجا خود از نو گرفته. بسیار خوب، بسیار خوب. خاطرات خوبه. تشکر میکنم. به خاطر این که بتانیم از حضور زنها هم یاد کنیم، کلن در افغانستان چرا هیچ کمدین نداریم که خانم باشه اصلا؟ ما اتفاقا در هرات داریم. داریم؟ داریم. در چندین سریال حضور داشتن و یکی از بهترین بازیگرایی که میتونم بگم در سطح افغانستان هستن خانم فاطمه حسینی. در چند سریال من با اونا با هم بازی بودم، در سریال های facebook.com زبان زرگری و کلک شیشون که واقعا استعداد دارن، واقعا کار اینا خیلی قویه، ولی متاسفانه فعلا از هنر بدورن و حضور ندارن در برای تلویزیون. اونا یک برنامه تلویزیونی هم بود حضور داشتن. داریم خب، ولی خب محدوده کلا در سینما. در بله میگم اصلا حرف من نیست، مخصوصا در طنز. بله. خیلی کمید. محدودیت بیشتر وجود داره. بله. با توجه به شکلی که طنز داره، با توجه به دیده که وجود داره در افغانستان به حضور خانم ها در تلویزیون، در سینما، خصوصا در قالب طنز، خب خیلی محدوده. ولی خب ما بعضا داریم استعدادهای داریم که خیلی ها آمدن قدر نشدن و خیلی هم اجازه پیدا نکردن، یا از طرف فامیل یا از طرف اقوام که حضور داشته باشن یا ادامه بدن. به هر حال جامعه ما بسیار مناسب نیست یا بسیار فضای خوب نمیده برای که خانم ها حضور داشته باشد در این عرصه که خیلی هم مهم است. ما این تجربه را در شبکه خنده هم داشتیم که آقای سیار و دوستای دیگه نقش زنها را بازی میکردن به دلیلی که خوب خانم ها نبودن در برنامه. به هر حال نوبت وقف است. از حامی برنامه تشکری میکنیم. هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر. شما بفرمایید انرژی میخورین؟ اشتیاق دارین؟ یا چای میگیرین؟ ما گاهی وقتا خلط میکنیم. خیلی خوب. هیچ کدوم دق نشم. بله. شما راحت میدونین استفاده کنین هر کدوم. وقفه داریم.
بسیار خوش آمدین. با مهمانای عزیزی از هرات هستیم. ما میخوایم در این قسمت قضاوت ها و جملات ویژه و نظرات مهمانای خود در مورد مسائل مشخصی بگیرم. آقای عربزاده، امی سوال مشخصا از آیسایانم دارم. در زندگی افغان ها، در عرف افغان ها و در تمام این بودن افغان ها، از این سی چیزی که من میگم چیز بسیار خوشتان میاد، ترجیح میتین؟ سادگی هایشان، نفوسشان و یا غیرتشان؟ سادگی منظور شما چیه؟ ساده زیستن یا؟ بله، ساده زیستن. آره، هرچند شما بر کمشعوری و بیشعوری هم انتقاد نکنین در مورد. خب اینا هر کدوم میتونه دو بود داشته باشه، بود مثبت بود منفی. از مثلا کلمه غیرت، کلمه غیرت زمانی که از برای حفاظت از خانواده، برای حفاظت از کشور استفاده بشه چیز خیلی خوبیه، بله، نکته خیلی مثبتیه. ولی وقتی که ما خیلی از فرهنگ های غلط زیر نام غیرت داریم، کلمه غیرت چیز بعدی رو نظرم. درست. نفوس که گفتن، نفوس خب نمیتونه چیز خوب باشه، به خاطر که یعنی میتونه ولی مهم، وقتی 18 میلیون بیکار داشته باشید دقیقاً خوب است. در هر چیزی مهم کیفیته، کمیت نمیتونه. کشور وجود داره با 2 میلیون برم نگاه کنم که چی ساخته از هر لحاظ، ولی کشوری که ما مثلا 35 میلیونیم از خیلی جهات مشکل داره، تقریبا از 90% از مشکل داره، مشکلات داره. آسان نظر شما رو میگیرم، وقتی یک جامعه 18 میلیون نسل جوان داشته باشه یا بیشتر از او، نسل جوان کم سواد خشن، یک کمیدن برش چی کار میدونه کردم؟ هیچ کار اینو فایده نداره بزن چیزی. هیچ کار اینو نداره. فقط از بیکاری نمیتونه. سای خواهم نمی کنه. دیگه بزنه نه تلاش. کم خلاقیت و خرج بکنید لطفاً. یک کار بکنین لطفاً. ما خواهش کردم نگاه باشه پس ما یک کار بکنیم. یک کار میکنیم. ما در رابطه بیکاری هم خیلی ساختیم. درست. همینطور که گفتین فکر کنم امیالم بالای 50% یا دقیق من نمیفهمم تا بیکار داریم ما. خوب. بیشتر از 50-60% فکر کنم ما فعلا بیکار داریم. یک جامعه که 50-60% جوانای بیکار باشه، یک جامعه فلج، یک جامعه که از هر لحاظ روی آدم نمیتونه حساب. من از اینش بیشتر میترسم که وقتی میگم بی سواد و خشن، بعدش دیگه خیلی خطرناک میشه. تنها بیکاری دیگه مثلا نیست. اون طرفترش مثلا است که پیش میره چی میشه. کارم دیشته باشه خطرناکه. ما چهار کلمه داریم. مهمانای ما باید بر دو کلمه اینها جملات، بهترین جملاتی که میخواین بسازن. من کلمه میگم، فقط شما بهترین جمله را که فکر میکنین از او بهتر نمیشه ساخت در ذهن خودتان برش بگین. کلمه اول ما ولگردی است. ولگردی یکی از خواص منفی جوانان و یکی مشکل بسیار منفی است. بسیار خوب، این بهترین جمله بود در مورد ولگردی. ولگردای محترم، اسلحه. اسلحه یک چیز مضریه در جامعه. بسیار خوب. شوخی. شوخی میتونم بگم ابزار یک طنز پرداز برای رساندن پیام به مخاطب. عالی. و فکر میکنی برای مردم افغانستان ضروری است شوخی کنن؟ شوخی خوب داخل چوکات باشه، بله. برای میتونم بگم نمک زندگیه. داخل چوکات باشه خواه. با توجه به مشکلاتی که ما داخل افغانستان داریم، مشکلات ما بسیار بیشماره. اگر شوخی هم وجود نداشته باشه، فضا خشکتر میشه و کلن مشکلات روحی روانی خیلی بیشتر میشه. پس باید هم اندک شوخی وجود داشته باشه برای حفظ روحیه مردم. ولی گفتم داخل چوکات باشه، نه هر نوع شوخی. هر نوع شوخی، درست. و آخرین کلمات، کلمه ما انتقاد است. آقای ساین، انتقاد چیز خوبیه، به شرطی که انتقاد به جا باشه، سالم باشه. اگر کسی انتقاد پذیر نباشه، طبعا کار درستی هم نمیتونه انجام. چیزی که در جامعه خود میبینیم، بله، بسیار انتقاد پذیر استیم از حد کمی بیشتر. بله، مشکل پیش میاد که این
برای انتقاد ما چند وقت پیش یک سوژه داشتیم. خب سوژه ما هم این بود که ارباب قریه بود برای گزارش به قریه آمده بودن، بعد از مردم قریه سوال میکردم، بعد راجع به ارباب سوال کردم که مثلا مشکلات شما در قریه چیه. نفر میگفت که همین ارباب ما کمی انتقاد پذیر نیه، روی کم خشنه. ارباب خاطر که جلو صحنه بود، بعد میمه جلو زمین میخندید، میگفت من که میخندم، من که انتقاد پذیرم، من که خشنم. بعد که این صحنه گزارشگر میرفت با دوربین رو خود طرف نفراخ رو میکردی گفت بیر بگیره، من انتقاد نمیکنم، من روی خشنه دارم. صحنه بعدی تر بود صحنه بعدی تر بود که نفر فلک کرده بود. چی حاله؟ این چیز وجود داره، خیلی انتقاد پذیر نیان و خیلی خیلی بعد اینا میاد از انتقاد. بله، از این خاطر هم تغییر نمی کنیم، مشکل هم براحتی نمیتونیم تغییر کنیم. خب یک قسمت دیگه، یک شوخی های دیگه که در برنامه داریم و جالب هم هست، فکر میکنم ضروری هم هست، از یک قسمتی از برنامه است. هر دو با هم با مشوره به یک 3-4 نفر یا 5 نفر که پیشنهاد میکنیم در خندقند لطفاً یک جای بتین، یک نقش بتین براشون. چند نفر بیچاره ای که میخواین کار کنن، حداقل در یک نوبت در یک قسمت برشون نقش بتین. میتونین مشوره کنین با هم، عکسارو اینو میارن مطابق با چهره و قیافه و شهرت و شناختی که دارین میتونین برشون انتخاب کنین. بفرمایید عکسارو بیارین. اولین عکس از محترم مشکریه بارگزه است. میتونه با شما نقش بازی کنه؟ خیلی متاسفم، چون حضور خانم ها در برنامه تنزی فعلا خیلی دوستش رو کنار ما باشه. حضور خانم ها فعلا بله، اجازه نزد از جوابت متاسفم. چی جواب بده میراره؟ ما متاسفم، پشت سر نمیتونم با ما هم کار باشه. خب بسیار خوب. عکس بعدی آقای قتالی. آقای قتالی خود اینا اولین کسی که برنامه اشتخار شده نوشتن خود آقای قتالی بودن. خب نقشم بازی کردن؟ نقشم زیاد بازی کردن، یک دو تا فیلم اول بازی کردن. بازی کرد یک دو تا فیلم کوتاه فکر. به نظرم خیلی خوب نقش بازی میکردن. خوبی آقای بعدش خیلی خوب بازی میکردن. حتی میتونه بچه فیلم باشه. بله میتونه. اینو میشه. عکس بعدی قهرمان ما کیست؟ او دکتر صاحب عبدالله را چی نقش میدین اصلا؟ دکتر صاحب مشاور در بخش به ایشان متاسف نباشین لطفا. ما در بخش گریم مشاور ضرورت داریم اگر دوستانه با ما هم کار باشن. ما متاسفانه برای دکتر صاحب ما لوازم گریم به اندازه کافی و لباس داریم اندازه کافی نداره. نداریم؟ نداریم، چون واقعا ظلمو نمیکشه. نقش نمیتونم بدونم چون گریم زیاد مصرف داره. شما در بخش مشاوره میتونم همه رو رد میکنین، بالاخره چی کار کنیم اینا؟ سرنوشتشون چی میشه؟ خب عکس بعدی ببینیم کی هستن. او جناب حکمتیار صاحب میشه نقش داد؟ فکر نکنم اینا افتخار بودن. من نفهم چی نقش بازی کرده میتونن، تجربه شما چی میگه اصلا؟ آقای حکمتیار یک سریال تاریخ افغانستان میتونه نقش بازی کنه. بله، اون نقش قبول نمیکنن. نمیکنن نقشی که مورد نظر مانه در تاریخ افغانستان، اونو 100% قبول نمیکنن. خب مثلا چی نقشه او؟ نقش خوبه نیه. از نظر من فکر کنم که اینا کلن با می سینما و اینا شاید کلان موافق نباشن. موافق نباشن؟ بله. ولی که بیکار از چی کار کنن؟ به نظر ما بهترین کاری است که بیاین مردم بخندانن. حالا خب بیکار ما زیاد داره و قرار باشه همه گینر بگیریم. خب اینا نه، اینا مردم باید شاد بسازن. اینا همینطور که اینا رو عکسایز نرم که داخل صفحات اجتماعی پخش کنیم مردم شاد میشن. از ما خاطر خیلی دارن. عکس اخیر جناب آقای انارکلی. آقای انارکلی گفتم، خانم انارکلی هنریار. این میتونه نقش بازی کنه؟ بازم به خاطر حضور زنا گفتم ما مشکل نداریم، میتونم بپذیرم ولی چاره ای نیست. جواز نداره. بسیار خوب، هستیم در ادامه برنامه استراچه. فعلا نوبت وقفه است، پس از وقفه با ما باشیم. خوش آمدین. قسمت پایانی برنامه استراچه است. آقای عربزاده، امی
دنیا همین قسمی که دیزاین شده بسیار خوب است؟ نه. چی قسم باید میشد؟ دنیا بسیار ناعدلانه. میتونست بهتر از این باشه؟ 100% میتونست بهتر از این باشه. مثلا مایی که در این قسمت از دنیا وجود داریم به عنوان یک کشور جان سومی مقایسه کنیم با یک مردمانی که در یک کشور اروپایی زندگی میکنن، در یک کشور آمریکایی زندگی میکنن، خب بستگی به تلاش داره، بستگی به خود انسان ها داره، ولی خب خیلی از لحاظ محیط میتونم بگم خیلی تاثیر داره. بعضی روانشناسی که میگن 70% محیط تاثیر داره روی زندگی یک فرد، 30% وراثت. ما فکر کنن اگر در اروپا متولد میشدیم زندگی و زندگی ما طبیعتاً این نبود. یا یک اروپایی یا امریکایی در افغانستان متولد میشد طبیعتاً وضعیت این نبود. چیزی که وجود داره گفتم ناعدلانه تقسیم شده و این هیچ خوب نیست. این چیز خوبه نیه. خب 100% مصاحبه میکنم یک آدمی که میلیاردها دلار پول داره، ای که روی یک چیزهایی مصرف میکنه که اصلا از عقل بیرونه، ولی در گوشه دیگه از دنیا، در یک کشور آفریقایی، در کشور خود ما، یک طفل نان خوردن نداره. بله. آماری که ارائه میدن این چیز رو به خوبی ثابت میکنه که واقعا چیزی که در دنیا وجود داره ناعدلانه. جدا جدا. وقتی خبر میشی میلیون ها طفل گرسنه، میلیون ها زن بی سرنوشت، میلیون ها جوان بی سرنوشت، اذیت کننده است و امو روی سفره چیزایی که دار آدم مزهش نمیدونه احساس کنه واقعا. آیسان شما اهل مطالعه هستین؟ خیلی کم. کم مطالعه میکنین؟ آخرین کتابی که خونده دریسم فسوم بوده. در این حد کم. آخرین کتاب بوده. ولی فارغ از اینکه 12 هم هست. خیلی کم کتاب میکنین. فیلم میبینین؟ فیلم بالی هم میبینم کم کم. خب آخرین فیلم دارم بگوین؟ آخرین فیلم من بیشتر فیلم ها و همین سریال ها ایرانی میبینم. فیلم خارجی، فیلم ها هندی رو میبینم دیگه زیاد فیلم نه. فیلم انتخابی دارین؟ بسیار خوشتان آباده باشه؟ نه. خب به خاطر یاد گرفتن همین کرکتر یابی اصلا در دنیای سینما میگردین؟ الگو جستجو میکنین یا کردین؟ بله، من هر شخصیتی که قرارم بازی بکنم اول حضوری میگردم میبینم که اما شخص پیدا کنم چی رقم برخوردی و رفتاری و صحبت کردن اینا، از طریق فیلم ها اینا هم باز جستجو میکنم میبینم که چی رقم یک شخصیتی داره و باید من چی رقم بازی کنم. بله. بسیار جالب نیست که یک جای نقش آدم مثلا یک هتلدار بازی کنین، برین در هتل نانم بخورین، خوب به طرف از اون دیده برین نان خورده برین، به خاطر که من میخوایم از خودت یک نمونه بسازم همونت میشه. جالب. آینده رو چطور میبینین؟ آینده دیگه بستگی به خود ما داره، کسایی که فعلا در رأس آینده افغانستانه دیگه. اگر خود ما و شما همت داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم، اراده کنیم، انشالله همه چیز خوب میشه. اگر باز همو پیشتر قدیر گفت که دنیا ناعدلانه، بستگی به خود انسان ها داره. مثلا یک امریکایی، امریکا مثل افغانستان همین یک جای بود، اونا خود اینا ساختن، دنیا درست تقسیم شده، ما انسان هاییم که باید زندگی خور یا محیط خور زیبا بسازیم دیگه. اگر ما اراده کنیم انشالله، اگر خواست خدا باشه، آینده انشالله آینده خوبی پیش رو داریم. بسیار خوب. من احساس میکنم خیلی آدم خوشبینی هستین. برای جوانای افغانستان سفارش دارین؟ من به تمام جوانای افغانستان پیام اینه که به افغانستان بمونن، هرچند که شرایط سخته، هرچند که مشکلات زیاده، ولی باز هم ما جوانا میتونیم که یک راه درست انتخاب کنیم و آینده افغانستان رو ما روشن‌تر کنیم. اگر قرار باشه من مثلا فرار کنم برم، یکی دیگه بره، یکی دیگه بره، خب هیچ کس نمیمونه. اینجا کسایی میمونن که اینا نه علاقه دارن به ساخت افغانستان، نه علاقه دارن به زندگی در افغانستان. هر کس به حال خود خونه.
اگر ما یکی دیگه 5 تا 10 تا 20 تا دور هم جمع بشیم، از توانایی‌هایی که داریم، از استعدادهایی که داریم، از اینا استفاده کنیم، ان شاءالله هر کاری از دست ما خود میگیم که خودش جور شوه. ما نمیتونیم جور کنیم از دست ما کار. خب چیزی میخواستیم بگید؟ نه تشکر میکنم. قسمت آخر برنامه، دقایق آخر. آقای عربزاده، چی چیزی هست که در خند و قند نگفتین یا پیامی هست که غیر مستقیم انتقال میشه؟ میخواین اینجا بگوین. آخرین دقیقه برنامه است. در خند و قند خوشبختانه ما در خیلی از بخش‌ها، در تمامی بخش‌هایی که ما مشکلات وجود داشت، سوژه داشتیم و پیام‌های خود رساندیم که خیلی کم از چیزهای وجود داره که ما در برنامه نداشتیم. در خیلی از بخش‌ها انتقاد از مردم، انتقاد از مشکلات جامعه که از طرف مردم، از طرف مسئولینه. دیگه پیام خاصی از او بابت ندارم، فقط روحیه مردم خیلی بهتر شده نسبت به هنر و هنرمند، نسبت به تانس بردار، و امیدوارم که بهتر هم بشه. یک هنرمند به عنوان یک هنرمند بپذیرم و احترام کنم، به عنوان یک کسی که خیلی از واژه های استفاده میشه خصوصا برای تانس پردازا، به او عنوانا نبینن. همین نسل خشن بی سواد اجدمی وجود داره، وجود داره و این در خیلی از بخشا آزاردهنده و مشکل خلق میکنه. دیگه آرزوی صحتمندی دارم به تمامی هموطنان عزیز. ما تلاش خور میکنیم به عنوان کسی که در دنیای هنر در بخش طنز کار میکنه، چیزی که از دست ما برمیایه او را انجام میدیم. ای که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه خور میسپارم به مردم. بله. چقدر برای اینا آیا فقط میخندن و از روی گذارات تیر میشن یا نه عمق پیام رو میگیرن. طنز فقط برای شوخی نیه، فقط برای خنده نیه. درست. کمدی شاید او چیز باشه، فقط مخاطب رو بخواد بخندونه، ولی طنز خودی پیامه، هدف اصلی پیامه. او پیام در قالب شوخی میرسونه که برای مردم شیرین باشه، ولی هدف اصلی ما در برنامه طنز اینه که مردم پیام رو بگیرن. درسته بخندن، خوشحال باشن همون لحظاته، ولی هدف اصلی پیامه، به خاطر اینکه خنده همون لحظه. بله. ولی پیام که بگیرن به او عمل بکنن، برای یک عمر به درد میخوره، به درد خود اینا میخوره، به درد جامعه میخوره. جدا بسیار تشکر آقای عبدالقدیر عربزاده و سید آقا سائن، بسیار خوش آمدین به برنامه، بسیار لطف کردین، ما استفاده کردیم از صحبتتون و لذت بردیم. یک بار دیگر از حامی برنامه ما تشکری میکنیم، هپی مسیف انرژی درینک. شما را به خداوند یکتا میسپارم. حتما خند و قند ببینین که بعد از لحظاتی نشر میشه. خدا نگهدار.